یار گرامی اون آقای سیاوش اوستا که تصویرشون رو همین الان در روی در حال صفحه مشاهده کردید و درودی گرم به شما آقای سیاوش اوستای عزیز، سال نو مبارک. امیدواریم که این سال 2023 متفاوت باشه از 2022. درود بر شما استاد چرفشاهی، درود هم به کارگردان برنامه مهربانیار برادرم مهندس امیر شجره و همه بینندگانمون. همونطور که گفتید آقای شرفشاهی، استاد عزیز، این سال سال پیروزی است، در این هیچ شکی نباید کرد، اما یه شرط داره. اون یه شرط رو من امشب بارها گفتم ولی امشب باز میکنم، یعنی امشب یه رازی رو برای شما باز میکنم که اگر این راز رو مردم ما بفهمن، مثل همین مهرورزی که تا این 40 سال داشتن به مطلب سیاوش اوستا، 100% امسال آزاد میشه. در ابتدا پروانه میخوام ازتون استاد شرفشاهی که درود بفرستم به روان رفیقم، برادر عزیزم، یار مهربان ایران، نواده رضا شاه بزرگ، دکتر علیرضا پهلوی عزیزم که امشب یاد بودش هست، 12 سال ترور شاهزاده علیرضا پهلوی است. تصویر رو داشتیم میارین روی صفحه. بله، اگه عکسش هست اینم عکس قشنگ و خوشگلش و همیشه خندانش. همیشه آی شرفشاهی خندان بود، همیشه بزلگو جوک تعریف میکرد. من یادم میاد وقتی که با شعبانی جای میجست، شعبانی این پاشو فشار میدادن که بابا مثلا آدامس نخور، این کارو نکن. همونطور که خود شعبانو به مادرش روبل بود، یعنی انقلابی بود، بهش میگفت ماتیک نزن، میزد، میگفت اونجا نرو، میرفت. علیرضا هم همینجور بود. میخم ازش فیلم های زیادی دارم، حتی در کنار شهبانو که نشسته همین کارا رو، ولی خب ما پخش نمیکنیم. این جوان اصلا تو خونم که بود، میدونید که آقای شرفشاهی اینه دیگه، چون پرنس رضا پهلوی توی سخنرانی خودش به یاد علی رضا گفت، من بگم اینجا، پرنس رضا پهلوی گفت این اینقدر شور و تحرک در دربار داشت که ما اسمش گذاشته بودیم تروریست، چون حتی یه بارم شوخی های کرده بود با اینا. خلاصه روان شاد، من وقتی که همه میبرن میگفتن وقتی ما با توی مویست رو بعضی وقتا میخندیم چون شوخته بی، ولی وقتی ایشون بود همین این لبخند به لبش و ما لذت میبردیم از بودنش و در کنارش بودن. من امشب میخوام پیش از اینکه وارد مبحث اصلی بشم که خیلی مهمه، خیلی راز مهمی رو نوشتم سالها قبل، امروز میخوام به آگاهیتون برسونم که برای پیروزی انقلاب خیلی مهمه. دکتر علیرضا پهلوی، آقای شرفشاهی عزیزم، استاد عزیز، میدونید که ایشون کارشناسی یعنی لیسانس موسیقی رو گرفته بود از دانشگاه بیلسانسال 1967، اما پس از این که من دیگه باشون رفیق شدم و این کتاب های آیین اوستا و خدا رو در خواب دیدم زارزار گریه میکرد و ایران 7000 سال پیشینه تمدن اینا رو خون، گفت من باید برم تو تاریخ ایران و رفت تو تاریخ ایران. ایشون باز یک لیسانس دیگه از ایران شناسی گرفت جناب استاد شرفشاهی از دانشگاه کلمبیا و بعد زبانهای ایران باستان و فلسفه رو در دانشگاه هاروارد خوند که دکتراش هم تزش رو نوشته بود، مینوی خرد اسمش بود، منم صفحاتش رو برام فرستاده بود با ایمیل، داشتم و دارم و دیدم که من از شهبانو بارها خواهش کردم، نمیدونم شاید دست شهبانو نیست چون آرمونه نگفتن، ولی الان 12 سال گذشت هنوز منتشر نشده، لااقل ایشون به دانشگاه نتونست ارائه بده. این مینوی خرد باید پخش میشه چون در راستای همین انقلاب جوانان ایرانه، چون انقلاب جوانان ایران امروز این هست. من در ابتدا اینو عرض بکنم، چون علیرضا پهلوی گفت منو بسوزونید و پیکر من رو، وقتی من رو سوزوندید در دریای خزر بریزید و غیرن میدونید. دو مورد در رابطه با پرنس و شاهزاده علیرضا پهلوی است که شما مردم کمتر بیتوجه کرده، من دیگر بار بازش میکنم که تحول حتی در پرنس رضا پهلوی و تحول در شهبانو که سیده هستن به وجود آورد، اون اینه که میدونید که در اسلام سوزوندن حرامه، یک. دو، در اسلام بچه دار شدن بدون ازدواج حرامه. علیرضا پهلوی هم ایریانا لیلا پهلوی از عشقش پرنس رها دیده بر داره که در نگاه ما، منم به خود ایشون گفته بودم، ایشون هم میدونست، البته قرار بود ماه آگوست یا جولای ازدواج بکنن و من در خدمتشون باشم که اون اتفاق افتاد، اما میخوام اینو بگم در نگاه ما ازدواج اونطور که توی تشکیلات اسلامی هست وجود نداره. ازدواج
زندگی هنگامی شروع میشه که دو نفر همو دوست دارن. دو نفر که همو دوست دارن تمام. بر همین اساس علیرضا پهلوی ایرانی بود، همونطوری که کیان گفته بود به مادرش من ایرانی هستم، قرآن دوست دارم. حالا من میخوام در ابتدای اینم آقای شمشیر اینجا استاد بگم ما با اسلام هیچ مشکل و مخالفتی نداریم، ما با عرب هیچ مشکل و مخالفتی نداریم، اصلا من مخلصشون هستم. انا بحكي العربي جيد جدا، یعنی من زبان عرب رو خیلی خوب صحبت میکنم و حتی لهجه های کشورهای مختلف رو صحبت میکنم. دوستان بسیاری دارم، همین شاه عربستان سعودی ولیعهد که فرض شاه میشه بارها گفتم اینو میگم اینجا که بدونید من با اینکه دیدگاه هم مشخصه تا حالا چندین فیلم مستند به فرمان خودی برای من ساخته شده که روی اینترنت قابل دسترسی است، از زرتشتی های جدید گفته و اینا، چون به من ارادت داره. ما دیدار داشتیم با هم وقتیش 14 15 ساله بوده. البته من نه تنها از کسی پولمون تو زندگیم نگرفتم که به همه دادم، من مزدوری کسی نبودم بس که بلکه به همه هم هدیه دادم. بر همین اساس اینا صاف ساده بگن که بدونین خب ما با نه با عرب مشکلی داریم نه با اسلام، مخلصشون هم هستیم. اما مشکل اینجا اینه که ایرانی نمیخواد مسلمان باشه و نشده و نبوده، الان میگم بهتون. و ایرانی با عرب مشکلی نداره، با بنی هاشم مشکل داره. چون آقای شرفشاهی استاد تمام اینایی که الان در قدرت هم در ایران اینا بنی هاشم هم. یعنی اون جناح دیگه عرب ها هستن که با بنی امیه جنگشون شد اومدن تو سرزمین ما. از همون لس آنجلستون که دعوا دارین با نایک مایاکی ها شما بگیرید که بچه نواب صفوی رو بنی هاشمه، تا تو ایران هر کی به قدرت رسیده، هر کی سردار فرمانده ارتش یا آقای موسوی، اینا همه بنی هاشم هم. با نمیخوایم بنی هاشم ملت من آقای شرفشاهی گوش کنیم، ملت ایران استاد شرفشاهی این عرض کنم، ملت وقتی که میاد میگه بیگانه در ایران است ما ایران پس میگیریم، یعنی از همین اعراب پس میگیریم. ما با عربای کشورها کاری نداریم، مخلصشون هست. حالا ما هم آقای شرفشاهی هرگز مسلمون نشدیم، هرگز مسلمون نشدیم. من اینو استاد پرویز صیاد با من مصاحبه چند سال پیش در همین تلویزیون پارس انجام داد گفتم، در کتاب هم نوشتم ثابت کردم اینو. حالا هفته پیش ما یه کارتی منتشر کردیم 6 خط، یکی از اساتید بسیار محترم نازنین هایی که در لس آنجلس تشریف دارن و ایشون یک گروه خیلی مهم شهر رو رهبری میکنه، حالا اسمش نمیگم، شما هم دوستش دارین، همه هم دوستش دارن، همه ایشون رو دوستش دارن، آدم معتبریه. ایشون پریروز به من تلفن کرد به ویژه در رابطه با برنامه شما، گفت سیاوش اوستا این اخباری که اونو زدن اونو کشتن بعد این رفیقت غرق شده تو رودسه، این داره که همه میگن، تو وقتی با استاد شرفشاهی هستی اصلا این کارت ها بگو، اصلا این حرفا بزن، منم اطاعت امر ایشونو بکنم. آقای شرفشاهی مقابل بشم میگم خوب گوش کنید مردم، این رو بارها گفتم نشنید دیگر بار میگم. نخست این که وزارت اطلاعات، تشکیلات و سازمان اطلاعات برای حفظ و بقای هر کشوری مهمه و این رو ایرانی ها ساختند از زمان ایلامیان، بعدن کردهای عزیزم که در دوران های مختلفی حکومت مادها و اشکانیان تشکیل دادن با سازمان اطلاعات امنیت داشتن، که سازمان اطلاعات امنیت هر کارم میکنه های شرفشاهی استاد مخفیه، کارهایی که سازمان اطلاعات امنیت میکنه مخفیه، اگه بیاد رو کنه علنی اینجا بگه که همین انقلاب کنونی رهبری داره، همبستگی داره، پیوند داره. شما با 5 نفر دیدی که پرنس رضا پهلوی اومد یه پیام داد، 5 نفر از عزیزان من اومد اینو نقل کردن، این 5 نفر علنیان، خیلی کسای دیگه تو این اتحاد هستن مخفیان. ما نباید بگیم، اگر بیاییم بگیم دشمن ضد حمله میکنه، جاسوسی داریم و ضد جاسوسی میزندتش. و پس این جنبش رهبری داره. بعد من اینجا ننشستم که یا پرنس رضا پهلوی یا هر کسی بیاد اطلاعات مخفی و محرمانه به حسین علی بقال یا یک بچه 18 ساله یا یک بابای 80 ساله بخوایم بدیم که زنگ میزنن آقا چه ما کار خود میکنیم. حالا همین اطلاعات و امنیت هم ایران رو نگه داشته. من به قبل از اسلامش کار ندارم، فقط چون وقت نداریم سریع به شما میگم از هنگام زایش اسلام که من اینو گفتم ثابت کردم، کاری که سیاه شسته ثابت کرده، بر اساس سوره روم اسلام یک حزب سیاسی است که درست میشه برای اینکه ایران رو حمله کنه نابود کنه، چون در سوره روم میگه ایرانیا رومیا رو شکست دادن، ولی ما میایم، ما که میگه الله، الله هم خدا نیست، رب در زبان عرب میشه خدا، الله ال
اله هست، یعنی بوت تشکیلات قریش، بوت بنی هاشم. میگه ولی الله میاد ترتیب ایران میده تا در سال آینده در و داغونش میکنه. خب من محقق که هستم، مورخم، من تاریخ شناسم، در لبنان، دمشق، لندن، قاهره، قونیه، ایران، پاریس، من معتبرترین کتاب ها رو مطالعه کردم و خوندم. استاد شرفشویی، این حمله به ایران از قبل سازماندهی شده بود، همچنان که ایرانی ها به عنوان قوامج میان عیسی مسیح عزیزم و میگن که این ناجی یهود هست، کمک مالی بهش میکنن، فراریش میدن که بعد میسازنش که برمیگرده، اونا هم همین کار رومی علیه ما میکردن. به همین خاطر بنی هاشم رو قدرت رو میرن بهشون، از بنی امیه میگیرن از زمان هاشم، و بعد اسلام هم برای همین ساخته میشه، برای همینه که بانو خدیجه خانم، خدیجه خانم یه کسی که کمک مالی به محمد میکنه، یعنی تشکیلات چی میگردونه، مثل همین که تشکیلات های دنیا رو یه کسی پشت پرده میگردونه، ولی میگن حسین آقای بقل 50,000 دلار داد. او یارو 5 دلار هم من شما رو تو خیام میبینه نمیده، ولی 50,000 دلار از جای دیگه میاد. با همین پولا اینا حسینی ارشاد رو ساختن، کافی رو مهدیش ساختن، پولای پنهانی بود که حاجی بازار میدادن، میگفتن ما میدیم، هیچ همون نبود، انگلیس میداد، روسیه میداد، عرب میدادن غیره. حالا این اسلام تا شکل میگیره های شرفش، خیلی مهم بچه گوش کنید، تا نشنیدین گفتم نشنیدین، تا اسلام شکل میگیره امپراتوری ساسانیان خبردار میشه، آنتنهاش رو وا میکنه در اونجا، یهو میبینن که اینا دارن میخوان به حمله کنن. هنوز خود پیامبر اسلام ایشون تشریف داره، سال 8 هجریه، یک گروه چریکی میفرسته که بحرین مال ما بوده، پایگاه نظامی بگیرن، سال 8 هجری. تا حمله میکنن اونجا، نیروهای نظامی ایران اینا رو قتل عام میکنن، فرار میکنن، میرن. محمد میمونه، چی میشه؟ ایران، سازمان جاسوسیش، امپراتوری ساسانیان، یک کسی رو اونجا از آدمایی که داشتن، حالا اسمش هم من میدونم، خانم زینب، خانم زینب نامی بهش مأموریت داده میشه که در جایگاه پیامبر اسلام هست، میگه آقا اینو بکشش. ایشون هم میاد یک گوسپند درست میکنه که ایشون خیلی دوست داشته، او گوسپند میخوره و میمیره. ابن اسحاق کاملی قصه مورخین اسلامی خودش نقل کرده، یعنی شوخی نیست. پس محمد رو ایران میکشه بعد از نخستین حملش به بحرین. دومیش آقای ابوبکر هست، آقای ابوبکر که تشکیل دارن، ایشون هم یه سپاهی باز دوباره همون سپاه رو میفرسته به عراق. اون موقع عراق میدونید که تیسفون پایتخت ما بوده، بغداد، بغداد شهر ایرانیست، کوفه، انبار، اصلا تمام شهرهای عراق ایرانیه، چون ایران بوده، بین النهرین بوده، و اصلا مهمتر استاد شرفشایی این که عراق عربی نیست، واژه است ایرانیه، عراق، ایرانک بوده، ایران کوچک بوده، چون بخشی از خراسان بوده. حالا این بحث جاش نیست، وقتم نداریم. بعد ابوبکر هم حمله که تا میکنه، اونم شکست میخوره، میبینن ای ابوبکر هم باز میخواد کارو دنبال کنه، باز نیروهای امنیتی ایران میزنن، ابوبکر هم مصون میکنن، میمیره. بخونید تمام مورخین، به فارسی هم پیدا میشه، میتونید پیدا کنید که ابوبکر هم مصون میشه، کشته میشه. بعد از ابوبکر عمر حمله بزرگ میکنه، عثمان حمله بزرگ میکنه، حسن و حسین دست دارن تو حمله ها، اومدن حتی تا گیلان به ما زدن و کشتن و اینها. امام علی مشاور اول خلیفه است پیش رو، اینا همه هم خود اینا گفتن، رو منبرم گفتن. خب ایرانی ها دیگه اینجا جاسوس نمیخواد بفرستن، چون جنگ شده، اسیر شدن، پیروز ناهاوندی سردار بزرگ ایرانی اونجا اسیره، میزنه عمره میکشه. عثمانی که میخوان بکشن، مصری ها هم چون اینا حمله کردن، مصری ها اونجا اسیر اومدن، ایران با مصر میسازه، حمله میکنن، جناب عثمان رو هم میکشن. بعد میمونه حضرت علی، حضرت علی هم ابن مرجم مرادی، اسم این رفیق با هم گرفت، رودسن مرادی بود، اسم اصلی ایرانیش بهمن جادوی است. من چند سال پیش مطلبی در روزنامه استاد فرود فولادوند نوشتم، اونجا تایپیست اشتباه کرد، جادویه رو نوشت جازویه، یه نقطه گذاشت. تا همین الان خیلی های اشتباه رو میکنن، به اطلاع همه میرسن، اسمش بهمن جادویه، چون وقتیشون میجنگید، مثل این فیلمی که ساختن روی حسن صباح و الکساندر، این به گونه میجنگید که پرواز میکرد، یعنی سیستم قلعه های الموت، حالا اونم خودش قصه داره که اینا وقتی میجنگیدن با آکروبات اینا حمله میکردن، گردن میزدن اینا، اینو گذاشته بودن بهمن جادویه، یعنی جادویی میجنگید، پدرش هم همینطور. این میاد میره تو خونه یه کسی که خیلی مهم، میرم به شما بگم، آقای اشعث ابن قیس، اشعث ابن قیسی که از مامورای امنیتی ایران بوده که از یمن میاد
قبلش کل جنگ میکنه با مسلمان ها، با خود محمد اینا، بعد دستگیر که میشه میگه من مسلمان میشم، سال دهم هجری مسلمان میشه، بهش پست بزرگی هم میدن، چون در یمن قیس قبولی بوده. اشعث ابن قیس چون جاسوسه برای نابودی اسلام اومده، این ابن ملجم یک ماه تو خونش جا میده، بهش امکانات میده که میره امام علی رو میکشه. بعد استاد شرفشاهی همین اشعث ابن قیس دخترش به نام جعده میشه زن امام حسن، امام حسن مسموم میکشه. پسر اشعث ابن قیس، به نام محمد میره تله میذاره برای امام حسین، امام حسین رو در کشتنش دست داره و دخیله. میبینید که سازمان اطلاعات امنیت ایران اهورایی از همون قدیم کار میکرده و ایران رو نگه داشته تا به امروز. امروز هم همین سیستم امنیتی و پنهان هست، همینی که ما ایران رو تا حالا هم نگه داشته. برای همینی که بعضی نمیفهمن که اگه ما یه روز بگیم حسین آقای بقال آخ قربون چشت قربون، این داره برای ما کار میکنه، اینا کارگرای ما هستن، اینا دارن برای ایران کار. مثلا همون اشعث ابن قیس رفته مسلمون شده و اونجاست که کمک میکنه. حالا هم اینو خوشخبری بدم به همه عزیزان که ایرانی هرگز مسلمون نشده، ما مخلص اسلام هم هستیم تو کشور خودشون، ما مخلص اعراب بنی هاشم هستیم تو کشور خودشون. ایران امروز که با کیان به عنوان پیام‌آور و با مجید رهنورد، که من از شاهزاده پرنس رضا پهلوی یه بار دیگه سپاسگزارم، به خاطری که ایشون سنت‌های قدیم و ذهنیت سابق خودشو شکست، دور ریخت، شد پیرو نور، دخترش شد پیرو نسل نو و جوان و اومد گفت که این آقایی که حتی زده دو تا پاستور رو کشته قهرمان ملی است، شیر است و چه و و و. تحولی که الان به وجود اومده که همه میگن مثل دارجوش خونده شعر معین کرمانشاهی، بیگانه در ایران است، ما پیرو زرتشت هستیم، فرمانده ما تازی. اینها رو باید بچه ها برن بی پیر پاتالا بگن که پیر پاتالا از سجاده و نماز و تازی پرستی درارن بیان تو میدون، اگه نیان باختیم، اگه بیان برنده هستیم. استاد شرفشاهی عزیزم بسیار ممنونم از شما، وقت رو در اختیار این برنامه گذاشتین و مطالب جالبی که بیان کردین. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. همچین برقی یه تاریخ 1400 سال خدمتتون گفتم، میبوسمتون، سپاسگزارم. بسیار ممنون. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقز دوست، سیاوش عبستا و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر. بدرود. مرسی آقای شهرتی، مرسی سیجان.